پیروزی مهم پرسپولیس در دربی صدام با تعویض طلایی یحیی گل محمدی یعنی ایصال کثیر. بازی از ابتدا پرسرعت آغاز شد و دقیقه 5 اولی حرکت جدی استقلالی ها مشکوک به خطای هند بود که پس از اعلام کارشناسای داوری مشخص شد که پنالتی رو نباید برای استقلال می گرفتن. در ادامه بازی متعادل پیش می رفت و هیچ تیمی موقعیت خاصی رو ایجاد نمی کرد تا اینکه دقیقه 40 روی پاس سروش رفیعی ضربه سعید صادقی رو حسین حسینی دفع کرد. در ادامه صحنه مشکوک به پنالتی برای پرسپولیس هم روی خطای یامگاب بود که داور اعتقادی به پنالتی نداشت و بازی در نیمه اول 0-0 تموم شد. در شروع نیمه دوم آل کثیر برای پرسپولیس به بازی اومد و دقیقه 50 روی پاس مهدی ترابی اول عارف غلامی رو محو کرد، بعد هم ضربه‌اش رو برخورد به هردانی به تور دروازه استقلال چسبید و نیمه قرمز ورزشگاه آزادی رو به هوا فرستاد و تعویض گل محمدی کاملا در این بازی مثمر ثمر بود. در ادامه حملات نصف نیمه استقلال اصلا ثمری نداشت و اصلا خوب بازی نمی‌کردند. دقیقه 69 شوت مهدی قائدی رو علیرضا بیرانوند به خوبی سیو کرد و نذاشت دروازه پرسپولیس باز بشه. بازی اصلا شرایط خوبی رو پیش نمی‌رفت، از لحاظ جذابیت و موقعیت خوب نبود و دقیقه 80 هم یه موقعیت نصف نیمه دیگه برای استقلالی‌ها بود روی ضربه کاشته که مهدی قائدی زد، اما با برخورد به دیوار دفاعی پرسپولیس توپ به کرنر رفت. هرچی به پایان بازی نزدیکتر می‌شدیم تعداد مهاجمای استقلال در بازی بیشتر می‌شد، اما ثمری نداشت و در نهایت دقیقه 87 آخرین حمله جدی استقلال روی سانتر میرزایی و ضربه سر روزبه چشمی رو علیرضا بیرانوند مهار کرد و در نهایت دربی صدام با برتری مطلق پرسپولیس در این بازی به اتمام رسید. البته کوین یامگا هم در نیمه اول مصدوم شد و از بازی بیرون رفت و شاید تا حدودی میشه گفت که برنامه‌های سابینتو رو به هم ریخت و آخر بازی هم اینجوری اومد و سمت داور اعتراض می‌کرد و اصلاً نه از عملکرد داور نه از عملکرد شاگردان خودش هم اصلاً راضی نبود و کلاً استقلال بازی خوبی رو به نمایش نذاشت و پرسپولیس هم تونست بازی رو به خوبی مدیریت کنه. سوای اینها دربی جذابی رو مثل همیشه تو این سالهای اخیر ندیدیم و پرسپولیس با این 3 امتیاز با اختلاف 2 امتیاز به صدر جدول رفت و منتظره که سپاهان در بازی خودش مقابل ملوان امتیاز از دست بده و بتونه به قهرمانی در این فصل امیدوار باشه. و در نهایت تبریک میگم به همه هواداران پرسپولیس و امیدوارم که از دیدن این دربی نه چندان جذاب و این ویدیو لذت برده باشید. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.